ببینید همیشه آقایون مظلومن، همیشه. دلیل این که آقایون همیشه مظلومن یکی از دلایلش اینه که تا زمانی که مجردن باید دوست دختراشون رو از مادراشون قایم کنن، همچی که زن میگیرن باید از زناشون قایم کنن. حالا شما میخندید، بنده امشب منزل مادرجان میخوابم، ولی شما عزیزانی که به حال بله حواستون باشه. خانم ها آقایان، فرهام و فرید هولاکویی. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید در رادیو همراه. الو آقای دکتر، صدای من میاد؟ اگر نیشه اینجا میکروفون یه ذره بده، بلندتر حرف بزنید. صدا هست ولی نه زیاد. اوکی، من یک پسری دارم گل، ولی داره یه احتیاط. به چی سرکار خانم؟ الکل، مواد مخدر، سکس زیاد؟ نه آقای دکتر، به زنش، به سمت من دیگه نمیاد. من میترسم از دست شما است این پسر داره از پا در میاد. اتفاقا یه سال پیش به من همین رو گفتین، شاید یادتون بیاد. به من گفتین تو وابسته این پسرت، مرطلب و طلبکاری. سرکار خانم، اگر دوباره حرفای سال پیش رو بزنیم برای مردم میشه تکراری. نه من دیگه وابسته نیستم، ولی مرتب راجع پسرم میشم فوری. سرکار خانم، بالاخره این بند ناف رو باید برید. ولی آقای دکتر نمیدونیم سر من سرف کنید. سرکار خانم، شما خودتون هستین فرزند چند؟ من نگران پسرم هستم، شما چه کار دارین به کودکی من؟ از اعتراض طلبکارانتون معلوم شد وسطی هستین، شدین ساندویچ. درستی. آخه من بدبخت، پسرم یه زنی داره، نه خوش قیافه، نه بلد آشپزی. خب این غذای بی طعمش پسرم شده ضعیف و بی انرژی. سرکار خانم، همسر پسرتون یک انسانه نه یک کالا. آخه این همه دخالت در زندگی زناشویی؟ بابا ای والا. آقای دکتر، مگه تقصیر من این زن بلد نیست غذا بپزه؟ ببین آقای دکتر، دیشب یه آبگوشتی درست کردم خوشتم و خوشمزه، بردم خونه پسرم با اون زنش که حتی بلد نیست بپزه یه برنجی. ولی رسیدم به خونش، پسرم و زنش بودن وسط رابطه جنسی. فکر کردم و بمونم بده، ولی دیدم حیف این غذا سرد بشه، دیگه بردم دم تخت پسرم که شاید بزنه یه مزه. سرکار خانم، شما رفتین به اتاق پسرتون وسط رابطه جنسی با همسرش، بعد رفتین به سمت تختشون که از آب گوشتتون بکنه نوش جون. آخه خوربونتون. میتونم یه حرف بدی بهتون بزنم؟ از اینا هم بدتر؟ مثل تمیز کردن بدن، روانتون هم احتیاج داره به حموم. شما از بس حمام روانی نگرفتین، گندش رسیده به آسمون. وای آقای دکتر هولاکویی، دیگه از من نمونده آبرویی. ما که نمیخوایم بدیم همچین بویی، شما هم مثل که هستین رئیس شستشویی. ببینید آقای دکتر، من میترسم اگر به این کودک بیرونم نرسم، این کودک درونم افسرده بشه. میبینی از شما چیزا یاد گرفتید، و این پسرم داره از من دور میشه ذره ذره. امیدوارم نزدیک شدن به شما برای پسرتون ویرانگره.
آقای دکتر، شما که اینقدر از مردم ایراد میگیرین ها، آدم پیف میکنه. ولی آقای دکتر مرسی برای همه زحمتی که شما میکشین. واقعا شما جامعه رو کاملا ببخش تغییر دادین، همه دانا آگاه‌تر شدین. مرسی سرکار خانم. نه دیگه نکنین، به خدا در ناداری راحت تر بودین. یعنی باید بگم آقای دکتر خوش به حال این دو پسرتون، همچین پدری هست باعث افتخار. مرسی سرکار خانم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. تو کوچه ی خاطرات تا میاد تو قاب پنجره میشینه نگاه راستی میرم برا تو رو هر کس که ندیده وصف خوبی تو شد ای برا گل من ای نازنینم اما شده که تو چشان نشین شبنم مرسی دولبی، مرسی دکتر.